سرپرست وزارت صنعت و تجارت در یک مناظره تولونیوز که در آن برخی از کارشناسان مسائل اقتصادی، سکتور خصوصی، استادان دانشگاه و دانشجویان حضور داشتند میگوید که پس از روی کار آمدن امارت اسلامی، حکومت سرپرست برنامه های را به منظور توسعه اقتصاد و تجارت روی دست گرفته است. نورالدین عزیزی تاکید می‌ورزد که تا 3 سال آینده شهروندان کشور دیگر متکی به کمک های بشر دوستانه نخواهند بود و افغانستان تا 3 سال آینده به سوی خودبسندگی می رود. در 3 سال آینده ما میریم به طرف خودکفایی انشاءالله که بلنس و تجارت ما را به امید خدا برابر می سازیم. از این کدن پیشتر ما پیشتر ما وعده نمیدیم. آقای عزیزی همچنان می افزاید که امارت اسلامی در تلاش است تا تمامی بودجه را از عواید داخلی تمویل کند و در بخش رشد کشاورزی، صنعت و معادن نیز کارها جریان دارند. این مقام وزارت صنعت و تجارت تاکید می کند که معادن کشور نظر به شرایط افغانستان به قرارداد داده می شود. که از عواید داخلی ما باید تمام بودجه ما باید تمویل شود، نه از کمک های خارجی. ما نیاز باید به کمک خارجی باید نداشته باشیم، ولی داره ما تا فعلا از بودجه هایی که الحمدلله ما مصرف میکنیم تمام از عواید داخلی ماست. سرپرست وزارت صنعت و تجارت در بخش از سخنانش می افزاید که در حال حاضر تجارت افغانستان با 60 کشور جهان جریان دارد. تقریبا بیش از 60 کشور ما صادرات داشتیم الحمدلله و بزرگترین صادرات حقیقت است که به هندوستان و به پاکستان و به بعضی چین به 3 کشور داریم. بله. البته بعد از این ما کوشش میکنیم که آسیای میانه تارگت ما باید باشه، روسیه باید ما تارگت داشته باشیم. برخی از آگاهان مسائل اقتصادی درباره صادرات افغانستان چنین دیدگاه های دارند. احصائیه ها نشان میده که صادرات ما طور که شما اشاره فرمودین از مواد معدنی و صادرات غنوی ما نظر به گذشته تقریبا 2.5 چند شده، یعنی ما بالاترین سطح صادرات را قبلا داشتیم 800 میلیون دلار بود. پایین آمدن سطح مصرف در حقیقت افزایش صادرات است، معنا داره که سطح مصرف داخل پایین میاد و در حقیقت گریز میشه به طرف صادرات حرکت میکنه. ایره این جزء اساسی تئوری است که ما کار میکنیم و در حقیقت امیل درزه کار عملی ده که در کابل به صورت میدانی کار میکنه چنین است. نورالدین عزیزی همچنان می افزاید که پس از خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان تمامی زیرساختها تخریب شده است و تمامی دارایی های بانک مرکزی افغانستان نیز به کشورهای دیگر انتقال داده شده است، اما امارت اسلامی توانسته است که به چالش های اقتصادی رسیدگی بهتر کند.